سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. در هفته جدید در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه جدید در مورد بانوی عزیزی که فرزندشون دچار مشکلات بسیاری بودن که حالا خودشون توضیح خواهند داد. من فقط به طور خلاصه بگم پسرشون یعنی علی فلاح، خانم فلاح، پسرشون علی فلاح دچار مشکل در کودکی ADHD و وقتی بزرگ شده بود دچار شیزوفرنی شده بوده این پسر و خیلی سخت بوده، مشکلات زیادی داشته، اعصاب ناراحتی داشته، توهم های بسیار زیادی داشته که حالا خودش تعریف میکنه اینا رو در این ویدیو و در این ویدیو توضیح میده این خانم فلاح و پسرش که چگونه از این مشکل نجات پیدا کرده. در عین حال بدون اینکه به من بگن هم مشکل شنوایی داشته این آقا پسر گل و هم مشکل بینایی، یعنی میدان دیدش مشکل داشته، RP بوده که خوشبختانه در یک دوره درمان این دو مورد هم برطرف شده که حالا مادر عزیزشون و خودش که در ویدیو حضور پیدا خواهد کرد تمام این توضیحات رو میدن. پس اول با هم بریم صحبت‌های خانم فلاح و پسر نازنینش رو گوش بدیم، برگردیم من در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، من فلاح هستم، مادر علی. میخواستم یه بیوگرافی در مورد بیماری فرزندم برای شما بگم. علی در دوران کودکی دچار بیش‌فعالی بود و توی سن 2-3 سالگی ما متوجه شدیم که علی بیش‌فعاله و از همون کودکی به دنبال درمانش بودیم و ریتالین استفاده می کرد. دکتر اعصاب و روان کودکان بردیم و این ریتالین تمرکز علی رو بیشتر می کرد و شیطنتش رو کمتر می کرد و همینطور درمان ادامه داشت تا حدود 12-13 سالگی علی. و می دونید که تو دوران بلوغ و رشد بچه های یه تغییر و تحولات هورمونی دارن و این تغییر و تحولات علی با اون بیماری توأم شد و متاسفانه یه پرخاشگری خیلی وحشتناکی داد و اون بیش‌فعالی با تقریبا با اون پرخاشگری با هم قاطی شدن و اصلا یه بیماری عجیبی توی علی رخ داد که اصلا برای ما غیر قابل باور بود و کنترل علی هم خیلی سخت شد برای ما. میدونید توی آپارتمان هم که صدا میپیچه و چقدر سخته تحمل همچین بیماری در داخل آپارتمان. بعد یه مشکل دیگه ای هم که فرزند من علاوه بر بیماری اعصاب و روان داشت مشکل کمشنواییش بود و ما حالا بیشتر نظرمون بیماری اعصاب و روان بود، ولی با این حال خدا رو شکر این داروهایی که علی استفاده کرده روی مشکل شنواییش هم تاثیر گذاشته و خدا رو شکر حدود 15% اون کم شنوایی هم جبران شده و علی یعنی بدون سمعک هم الان خب خیلی خوب تر میشنوه. قبلا مثلا علی اگر سمعکش رو در می آورد صداش میکردی شاید اصلا متوجه نمیشد، ولی الان وقتی که سمعکش رو در میاره صدا میکنی علی میشنوه و خب خیلی این برای من جالب بود که این دارو حالا علاوه بر این که مشکلات علی رو حل کرده، مشکلات اعصاب و روانش رو حل کرده، مشکل شنوایی علی رو هم برطرف کرده، کم کرده و خیلی برای من جالب بود. و جالبتر این که من همین اواخر متوجه شدم که بچه من RP هم بوده. حالا اونایی که این مشکل رو دارن بهتر متوجه میشن. RP معمولا برای اونایی که ناشنوا یا کمشنوا هستن و چشمشون دچار یک کمبینایی و میدان دیدشون هم دچار مشکل میشه. علی قبلا به من گفته بود که من اطرافم خوب نمیبینم. من اصلا متوجه نبودم که این بچه منظورش میدان دیدشه. این بود من از این بغلا مامان خوب نمیبینم. من اصلا حواسم به میدان دید این بچه نبود چون اصلا اطلاعاتی در مورد RP حقیقتا نداشتم.
تا اینکه یهو من متوجه شدم یه سرچی تو اینترنت بکنم که یعنی چی که من بغلا رو خوب نمیبینم. متوجه شدم که این میدان دیده و اون بچه رو بردم دکتر و شبکیه چشم علی رو که دکتر متخصص نگاه کرد گفتش که چشم علی دچار آرپیه، البته خیلی کم ولی آرپی هست. و وقتی که این داروها رو استفاده کرد یه دو ماهی هنوز از این داروها باقی مونده بود و این اواخر به من گفت مامان من مشکل میدان دیدم خیلی کمتر شده. بعد هی امتحان میکرد، این گفت مامان دستتو اینجوری میکنی من ببینم میتونم ببینم یا نه. وقتی من انجام میدادم گفت مامان دستتو میبینم و یا مثلا من گوفه رو میبینم و یا من گلدون رو میبینم. و بعد خودش چقدر خوشحال بود از اینکه این میدان دیدم عالی شده. بعد آخرین باری که دکتر تماس گرفتن من صحبت کردم گفتم آقای دکتر یه همچه اتفاقی افتاده؟ گفت خب دخترم این چیز طبیعیه که این داروها ناخودآگاه اون قسمت‌هایی که مشکل داره میره و تأثیرش رو میذاره. و خیلی برای من جالب بود که علاوه بر مشکل اعصاب و روان این دوتا مشکل بچه منم داره برطرف میشه و من واقعا خدا رو شکر میکنم بابت اینکه من اصلا نمیدونستم بچه من چه مشکلی داره و این مشکل ناخودآگاه برطرف داره میشه. من همینطور که یه روز مستاصل نشسته بودم و داشتم برنامه شبکه آیتین رو نگاه میکردم و خیلی واقعا دلم شکسته بود که خدایا مگه میشه که راهی نباشه برای درمان بچه من؟ این همه بیمار دارن درمان میشن و خیلی خوب برای یه مادر سخته که یه جوون جلوی چشمش هیچ کاری نتونه براش انجام بده و این داروها همه خواب‌آور بود و علی وقتی که داروها رو میخورد صبح تا غروب فقط میخوابید و بچه‌ای که نزدیک به 70 و چند کیلو بیشتر نبود وزنش به 107-8 کیلو رسید و این خیلی برای من سخت بود. قبول این که چجوری بچه من تا آخر عمر باید این داروها رو استفاده کنه، آمپولا رو باید بزنه. و همینطور که داشتم شبکه رو نگاه میکردم یهو با شبکه آیتی رو نگاه میکردم با آقای دکتر وزیری تبار به چشمم خورد و دیدم دارن ایشون صحبت میکنن در مورد سلولهای بنیادی و یهو نگاه کردم دیدم این تبلیغات داره انجام میشه و خیلی جالب شد برام. هی بیمارا رو می‌دیدم که دارن صحبت می‌کنن از روند بیماریشون، از گذشته‌شون، از اینکه بهتر شدن. اول زیاد چیز نبودم، گفتم خب نه بذار حالا ببینم. نزدیک به شاید 7-8 ماه طول کشید من هی داشتم تحقیق می‌کردم که درسته غلطه این کار انجام بدم یا ندم و واقعا تصمیمم رو گرفتم که این کار انجام بدم. شاید باور نکنید خیلی‌ها به من میگفتن که داری اشتباه می‌کنی، تو این همه هزینه کردیم میره، این هم میره به دست اون یکی ها، یعنی این پولت هم داره هدر میره ها، این کارو نکن. من گفتم که نه من واقعا تصمیمم رو گرفتم و این کارو انجام میدم و این کارو انجام دادم و خدا رو شکر که نتیجه گرفتم. و درسته که طول کشید تا این دارو به دست ما برسه و تو این زمان خیالی تو دل من رو خالی میکردم ولی من واقعا مطمئن بودم و امیدوار بودم که این داروها دست من خواهد رسید و بچه من خوب خواهد شد و این امید نتیجه داد. و خیلی جالبه باورتون نمیشه اگر بهتون بگم که با یک دوره درمان اصلا من خودم باورم نمیشد وقتی که علی اینو استفاده میکرد اوایل خیلی حالش خراب میشد، جوری که فشارش بالا میرفت، حالش بد میشد. بعد مثلا خدایا چرا این داره بدتر میشه؟ بعد هی زنگ میزدم با آقای علی خانی بنده خدا جواب بود میشدن، یعنی من خودم خجالت میکشیدم اینقدر تماس میگرفتم. بعد زنگ میزدن آقای دکتر بنده خدا با من تماس میگرفتن که نگران نباش اینا نوسانات داروه و فرزند شما خوب میشه. و این امیدی که آقای دکتر به من میدادن، آقای علی خانی به من میدادن و تیم ایشون من امیدوارتر میکرد و کارشناس تغذیه خانم افسحی، من واقعا از همشون ممنونم. خیلی زحمت کشیدن، این مدت منو همراهی کردن، این امیدی که تو این مدت به من میدادن واقعا باعث میشد که من بیشتر و بیشتر امیدوار بشم و ادامه بدم. خب میدونید که خب اینا یه پرهیزی هم دارن، اگر کسایی که استفاده کرده باشن بهتر میدونن.
من پرهیز رو برای اینا به عنوان یه مادر ادامه بدم، انجام بدم و به بچه هم امید بدم به پسرم و این ادامه بده این داروها رو. و تا اینکه یواش یواش دیدم توهمات علی، کسی که شیزوفرنی داره، بیماری علی دیگه تبدیل شده بود به شیزوفرنی. علی دائم با خودش صحبت میکرد و وقتی من ازش سوال میکردم که علی داری با خودت حرف میزنی، گفت نه مامان من دارم در با چند نفر در آن واحد دارم صحبت میکنم. گفتم واقعا تو کسی رو میبینی؟ میگفت آره مامان میبینم، لباسش این رنگیه، شلوارش اون رنگیه. بعد یه روز داشتم علی در نگاه میکردم، دیدم انگار یه نفر بالای تختشون دو طبقت بالا نشسته و علی داره پایین با اون صحبت میکنه. گفتم واقعا علی تو داری میبینی؟ میگه آره مامان فکر میکنم 11-12 سالشه، این تنشه اون تنشه. و این منو بیشتر وحشت زده میکرد. باورتون نمیشه بگم اصلا علی دیگه توهم نمیزنه و این توهمات کاملا از بین رفته و علی دیگه با خودش صحبت نمیکنه. این خیلی برای من مهمه. هیچی بدتر از این نیستش که یه مادر ببینه جوونش داره راه میره و دائم داره با خودش صحبت میکنه. این اواخر که دیگه جوری شده بود قبل از استفاده داروها که ما مهمونی هم که میرفتیم توی جمع که میشستیم دیگه من انتظار داشتم علی 24 سالشه، علی تو جمع حداقل با خودش حرف نزنه، ولی دیگه علی تو جمع هم نمیتونست خودش رو کنترل کنه. و وقتی با علی با خودش صحبت میکنه من حالم خراب میشود. یعنی واقعا اصلا فقط میخواستم بمیرم دیگه، مهمونی ها هم نمیرفتم دیگه، یعنی واقعا منزوی شده بودیم. یعنی دخترم میگفت مامان دیگه هیچ جا نریم، چون علی خودش درک نمیکرد که ما داشتیم عذاب میکشیدیم. و خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم که خدا این راه و جلوی پای من قرار داد و منو با این داروها با آقای وزیری تبار آشنا کرد و ما این راه جلوی پامون قرار گرفت و این داروها رو استفاده کرد پسر من و این نتیجه رو گرفتیم. و میگم علاوه بر اون هم کمشنواییش کمتر شده، هم مشکل آرپیش داره کم میشه و بین میره و خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم که این راه جلوی پای ما قرار داد. من واقعا تشکر میکنم از تیم پزشکی دکتر وزیری تبار، از آقای علی خانی عزیز، از خانم کریمی و خانم افتحی عزیز، از دکتر دراپا که واقعا انسان هستن، علاوه بر پزشک بودن انسانیتشون واقعا امیدی که به من دادن منو واقعا امیدوار کرد که به این راه ادامه بدم و اون نتیجه‌ای که دوست داشتم بگیرم. من خودم راه‌های مختلفی رو امتحان کردم و اینو واقعا دارم میگم به اونایی که میدونن، یعنی رفتن مثل من این راه‌ها رو، بی راه نرن. یعنی من همه راه‌ها رو رفتم، هر کی انگشتش رو دراز کرد که این راه برو من رفتم و خیلی هزینه کردم. شاید به اندازه پول دو تا خونه رو من برای علی هزینه کردم که علی رو درمان کنم، ولی علی با هیچ راهی درمان نشد و این تنها راهی بود که علی رو تا اینجا رسونده. و من خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم و تشکر میکنم تشکر ویژه از آقای دکتر، ممنونم از تیم پزشکیشون، ممنونم از همشون و واقعا به خدای بزرگ میسپارمشون و امیدوارم هر چی که از خدا میخوام بهشون بده. واقعا ازشون ممنونم. میکنم آقای دکتر فضیلی تبار، خیلی ممنون که بهم کمک کردین و خیلی هم از شما تشکر میکنم. بادا این همه عذابایی که من کشیدم، این همه داروهایی که من خوردم، این همه دردی که من کشیدم، خیلی اصلا عذاب کشیدم یه بادا، اصلا هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم. یعنی اصلا هر جا مامانم یعنی من با خودش میبرد، یعنی من درمان میکرد، اصلا درمان نمیشدم، اصلا نمیدونم برای چی. اصلا اینقدر من اینقدر گریه کردم، اینقدر من خودم رو ترسه زدم، گفتم خدایا جلو من با فامیلا کنار نمیام. نه اصلا من وحشت کردم، یعنی اصلا من یعنی انگار من یعنی من هر جا میرم اتاق مثلا تو در اتاق میمونم، میبندم تنها میمونم، اصلا کلا یعنی میموندم اصلا کلا یه رفت انگار یه چیزی داره بیاد با آدم حمله میکنه، آدم رو میخوره. تو خونه آدم مثلا یه چونه بری هست، من که خیلی هم بهتر شدم والا، دیگه همه جا رو دیگه عادی خوب میبینم. من از آقای دکتر وزیری تبارم خیلی هم تشکر میکنم.
منم خیلی هم ازش ممنونم، از آقای علی خانی، بعد از همه خانم کریمی، بعد از همه تشکر میکنم، خیلی ممنون. خب ممنونم خانم فلاح، شما لطف دارید، محبت دارید، من وظیفه انجام دادم. نمیدونید چقدر خوشحالم از اینکه علی جان به زندگی نرمال خودش برگشته، به گفته خودش چقدرم خوشحاله و هزار مشالله خوشتیپ هم از آقا و با شخصیت، انشالله که آینده بسیار بسیار خوبی داشته باشه و شما مادر عزیز بار سرش باشید. ببینید در مورد شیزوفرنی صحبت کردیم و در مورد RP و مشکل گوش. در مورد RP قبلا چند بیماری داشتیم که درمان شده بودن، مشکل شنوایی همینطور. در مورد شیزوفرنی هم چند وقت قبل صحبتی داشت بانوی محترمی که خوب شده بود و ما میبینیم که این روش درمان حتی رو بعضی از بیماری های اعصاب و روان هم مؤثره، البته اونهایی که علت به اصطلاح فیزیولوژیکی و فیزیکی دارن. به عنوان مثال در کسی که دچار شیزوفرنی هست میزان لیتیوم خونش کاهش پیدا میکنه، آنزایمایی که از مغزش ترشح باید بشه دچار اختلال میشه و سلولهای بنیادی میتونن این سلولهایی رو که دارن اشتباه کار میکنن درستشون بکنن و حتما هم نتیجه میگیرن. امیدوارم همه عزیزانی که این مشکل دارن بتونن به این وسیله تحت درمان ما قرار بگیرن. پس با هم دیگه میریم، یک ویدئویی هست در مورد مسئله به اصطلاح RP یا Retina Pigmentation. این ویدئو رو با هم دیگه میبینیم، برمیگردیم، من در خدمتتون خواهم بود. همونطور که مشاهده میکنید نزدیک که میشیم به چشم، در مردمک اصطلاحاً این رو به وسیله داروی گشاد میکنیم یا دیالت میکنیم. وقتی گشاد میکنه متخصص چشم این سوراخ ورودی به چشم رو، اون تو رو میشه دید و وقتی برید تای چشم رو ببینید، میتونید کامل ببینید، ما نقاط مختلف چشم از قبیل رتین، مکولا و به اصطلاح رشته های عصبی عروقی، همه اینا رو میتونیم در این مشاهده بکنیم. رتینا همینطور که میبینید این اپتیک نرو، رشته های عصبیه، این مکولا هست و کل اینو بهش میگن رتینا. مثلا فرض بکنید در موردی که طبیعی باشه، فرد هیچ مشکلی نداشته باشه، این تصویر طبیعی عروق و عصبی در ته کره چشم یک آدم سالم. حالا اگه همین آدم دچار مثلا فرض بکنید مکولا باشه یا آب سیاه، این ریختی میشه، این شکلی که میبینید، اون پایه‌ها ببینید چطوری میشه، کدر میشه، تیره میشه، پایه‌های این عروق متورم میشه، این در فردیه که مثلا دچار مکولاست و چشمش حالت عادی تغییر میکنه و این در قسمت ماکولا. حالا باز کسانی که بیماری دیابت دارن، بیماری قند دارن، اصطلاحاً بهش میگن رتینوپاتی دیابتیک، یعنی بیماری التهاب رتین شبکی، رتین به صورت نقطه نقطه قرمز شدن و عروق جانبی اضافه در آوردن که اصطلاحاً تیبرینگ عروق ما بهش میگیم. اینا ببینید همین نقاطی که میبینید، اینها به خاطر دیابتیک نیروپاتیه، نیروپاتیه به اصطلاح دیابتی ها هست، این دیابتی ها این مشکل تایی چشمشون عروقشون به وجود میاد و این به خاطر بیماری قنده که این عروق به این صورت در میاد و این اتفاقات برای چشم میفته به طور کلی در کسی که بیماری دیابت داره. و بیماری های دیگه هم به همین صورت، اینا همه مثلا یه بیماری دیگه هستش مکولا دژنریشن MD، لکه های زرد دیده میشه رو رتین وقتی که معاینه میکنی، این همون بیماری است که یعنی یک کمی شبیه به رتینا پیگمنتشنه، ولی فرقش اینه که تمام سلول ها و تمام شبکیه رو در بر میگیره به صورت لکه های زردی که تای چشم دیده میشه. در اینجا ما ویدئوی راجع به رتینا پیگمنتیشن میخواییم صحبت بکنیم و درمانش به وسیله این روش درمان ما، سلولهای بنیادی. اگر کره چشم رو همطور که میبینید به طور شماتیک از نیم رخ نگاه بکنیم، رتینا در اون قسمت رتین هست که یا شبکیه هست که ما در اون قسمت این اختلالات رو پیدا میکنیم. در حالت عادی رنگدانه های سلول های مخروطی و استوانهی وجود دارن
در لایه های مختلف استرامش میگن استوانهی و مخروطی رادن کون، که اینا اطلاعات تصویری رو میفرستن به رشته عصب بینایی که در مغز میره به کورتکس بینایی که ما میبینیم. همین اتفاقی الان داره میفته، اطلاعات رو انتقال میدن. در کسی که دچار رتینا پیگمنتیشن یعنی دیجنریشن این سلولا بشه، پیگمنتیشن بشه، اینا این اطلاعات اخبار نمیاد، انتقال پیدا نمیکنه به پشت کره چشم و باید سلول های جدید ساخته بشه. سلول های بنیادی، استم سل، سلول بنیادی قابلیت تولید و تکثیر داره. وقتی اینا شما میخورید، سلول های بنیادی لازم میشه، اینا میان تو چشم و سلول های مخروطی و استوانی چشمی رو میسازن و میان جایگزین میشن جای اونایی که از بین رفته. پس به این ترتیب انتقال امواج صورت میگیره از طریق چشم، یعنی اون نور که میاد، این نور مثل یه موج میاد داخل چشم و میره و بینایی رو درست میکنه. اگر آیریس، این دور که میبینید بهش میگن آیریس در چشم، نگاه بکنید، در اینجا ما یه پیگمنتیشن اپیتلیوم داریم، یه سلری مارجین داریم که این موادیه که نرم کننده اون ویتره چشمه. خب این ویدیو رو دیدید. اگه یادتون باشه هفته پیش یه قولی بهتون داده بودم و این برای اولین باره که این ویدیو داره پخش میشه و اون مصاحبه‌ایه که من و آقای دکتر دراپا دو نفری به طور مشترک با فرد مصاحبه‌گر داریم انجام میدیم و در مورد مسئله مهم استمرجین و اثراتش روی بیماری مختلف صحبت میکنیم. این رو من خواستم که عزیزان دوبله بکنن که شما متوجه بشید، چون من هم دکتر دراپا به حال موضوع اصلا به زبان انگلیسی بوده، چون در مدیای انگلیسی زبان انجام شده این کار، ولی من این رو گفتم به عزیزان که به مرکز جایی که ادیت میکنن ویدیوهای ما رو درخواست کردم این دوبله بشه به زبان فارسی که شما عزیزان دقیقا متوجه بشید من چی گفتم و دکتر دراپا چی گفتن. پس با هم دیگه طبق قولی که دادم میریم ویدئویی رو که من و دکتر دراپا درش هستیم با هم دیگه میبینیم. برمیگردیم، من در خدمت. وقتی استمریجن تولید شد من میدونستم که ما واقعا یه محصول خیلی عالی داریم، ولی من میخواستم مقداری اطلاعات یا داستانی داشته باشم که با مردم در میون بذارم. پس با دوست خوبم دکتر تبار تماس گرفتم. اون بیماران زیادی داره و اولین کسیه که شروع به استفاده از استمریجن کرده. ما از این طریق تونستیم بفهمیم که این محصول واقعا چه کاری برای افراد انجام میده. خب دکتر، بعضی از این داستانا رو برامون تعریف کن. خیلی موضوع جالبی داره. و اون اینه که یه خانمی حدود 52 53 54 سال بود که وقتی میره تو خیابون تصادف میکنه با اتومبیل بسیار سخت و جمجمش به زمین میخوره و میره تو کما. بعد اینو میبرنش به بیمارستان. دکتر بیمارستان فردای اون روز زنگ میزنه به شوهرش که بلند شین بیاین، این خانم امیدی به زنده موندنش دیگه نیست و به بیمارستان مراجعه کنه. خلاصش کنم، این قضیه خانمی بود که تصادف خیلی سختی با ماشین کرده بود و توی کما بود. به نظر نمی رسید بتونه نجات پیدا کنه، ولی اون از این مرحله عبور کرد و نجات پیدا کرد. اونو به خونه فرستادن، ولی دیگه اساساً زندگی نباتی داشت. هیچ عمل کردین نداشت. تمام روزشو فقط مینشست و مات و مبهود به جای خیره میشد. این یک آسیب شدید مغزی بود. اونها بهش استمریجن دادن. دو سه ماهی گذشت. یه روز که شوهرش به خونه اومد، دید زنش روی صندلی نیست. اونو صدا زد. زنش توی آشپزخونه بود و بهش گفت ببخشید من گرسنه بودم. و اساساً از اون روز به بعد اون به زندگیش برگشت و شروع به رهایی خودش از وابستگی به دیگران کرد تا تقریبا مثل همه زندگی کنه. و روز به روز همینطوری زن بهتر شد تا به حدی که الان 100% حال خوب شده، هیچ گونه مشکلی هم نداره. 4 تا ویدئو برام فرستاده. این تنها یه مورده. وقتی شما به ویدیوهای از این قبیل نگاه میکنید میبینید که این یک بانک اطلاعاتی از موارد مختلفه. حالا ما داریم روی اینها کار میکنیم تا بعضی از اونها رو منتشر کنیم. حدودا 120 تا ویدئو در وبسایت ما الان هست که زنها و مردانی که بیمار بودن
توضیح دادن راجع بیماریشون، راجع به که چه اتفاقی براشون افتاده، که چه مشکلی داشتن و چگونه به وسیله استمرجین بهبودی پیدا کردن. آزمایشاشون، MRIشون اینا رو نشون دادن، صحبتاشون رو داریم ما، تمام اینا تو هست. و بیماری مثل MS، ضعف عضلانی، بیماری ریوی، از اون چیزاییه که، و خیلی بیماری دیگه که روش خیلی موثره. بله، همه فکر میکنن که خیلی خوب، پس برای فقط بیماره این. نه نه نه، استمرجین فقط برای بیمار نیست، برای آدم سالم هم هست. من خودم دارم استفاده میکنم استمرجین و احساس میکنم که روز به روز احساس سلامتی و جوانی میکنم و افسرات بسیار خوبی داره، به خصوص رو کروموزوم ها. تلومر و کروموزوم اثر میذاره و باعث میشه که طول عمر ایجاد بشه، جوانی ایجاد بشه، سلامتی برای فرد ایجاد بشه با استفاده از استمرجین. یه فردی مثلا 65 سالشه، بعد از 6 ماه استفاده از این احساس میکنه اه من جسمم 45 سالمه. و نکته اصلی و مهم در این اینه که کسانی که استمرجین استفاده میکنن همیشه نکته اصلی اینه که بیمار نمیشن و همیشه سلامت خواهن. خب، صحبت‌های آقای دکتر دراپر رو شنیدید. بعدم که مطالبی رو عنوان کردم در مورد یکی از بیمارانمون بود و می‌بینید که چقدر استمرجین می‌تونه در جهان امروز به بیماری‌ها کمک بکنه. استمرجین محصولی است که 100% طبیعیه، هیچ ماده شیمیایی درش به کار نرفته و وقتی بیمار این رو استفاده میکنه به صورت خوراکی، کپسول‌های خوراکی، وقتی وارد سیستم گوارش میشه، جذب جریان خون میشه، مرکز استخوان رو تحریک میکنه و باعث میشه سلول‌های بنیادی که میلیاردها در بدن ما، در مغز استخوان‌های ما موجوده، اینا بیان داخل جریان خون و شروع کنن به دوپلیکیت شدن، هی تولید مثل کردن و تعداد زیادی سلول بنیادی، حدود 8 تا 10 میلیون در جریان خون روزانه در حرکت باشه و بره به طرف بافت‌های صدمه دیده ای که اونها رو فراخون میکنن به طرف خودشون و میرن و بهبودی رو در اون بافت ایجاد میکنن. من در اینجا باید خدمتتون عرض بکنم که بهتره که بریم و اون مطلبی رو که همیشه من هر هفته براتون میگم، ارتباطی که شما با ما میتونید داشته باشی رو من توضیح بدم روی ویدیو، برگردیم که وقت خداحافظی دیگر خواهد بود. اول در مورد وبسایت خودمون براتون صحبت بکنم. اگر شما وارد وبسایت www.drwazirytabar.com بشید، یعنی همونی که پایین صفحه موقعی که من برنامه اجرا میکنم مشاهده میکنید، وقتی واردش بشید که الان ما این کار رو برای شما انجام میدیم، ببینید الان ما وارد وبسایت کمپانی شدیم. خب، در بالا نوشته شده الان ما تو خانه هستیم، جایی که تو هوم هستیم، صفحه اصلی که در بالا نوشته شده همطور که میبینید دکتر شهریار وزیری تبار، بعد درمان، بیماری ها، بهبود یافتگان، محصولات، رویدادها، تیم ما و ارتباط با ما. اگر ما بریم روی تیم ما و کلیک بکنیم، متوجه خواهیم شد که تیم ما از چه افرادی تشکیل شده. همینطوری که در تصویر میبینید، آقای دکتر دراپا، بنده که در خدمتون هستم، و خانم میترافته که کارشناس تغذیه کمپانی هستن. این کسانی هستن که تیم ما رو در امریکا تشکیل میدن. البته تیم ما افراد بسیار زیادی باز هم در خود امریکا، کارمندان ما در دبی و در لندن و در ایران داره، ولی خب ما به اصطلاح فاندرهای این کمپانی رو، کسانی که این کمپانی رو پایه‌گذاری کردن رو به عنوان تصویر به شما نشون میده. بعد بریم راجع به محصولات صحبت بکنیم. کلیک کنیم روی محصولات. وقتی وارد محصولات بشیم، محصول اصلی این کمپانی محصولی است به نام استم رژن، همینی که در تصویر می‌بینید، که نوشته شده تقویت کننده طبیعی سلول‌های بنیادی. استمرجین قوی‌ترین محصول کامل طبیعی موجود است که به منظور تحریک ترشح، حالا اینه که در صفحه می‌بینید نوشته شده که چندین میلیون روزانه استم سل رو از مغز استخوان آزاد می‌کنه و میره به طرف بافت‌های صدمه دیده. تصویرش هم همین تصویری است که در اینجا می‌بینید، این باتلی که در اینجا تصویرش رو می‌بینید.
و اگر کمی پایین تر بیایم، برای کسانی که در امریکا هستند، در کانادا، اروپا، خارج از کشور هستند، اگر مایل باشن میتونن، اگر بخوان با مشاوره‌ای که با من میکنن، میتونن استم رژین رو به صورتی که الان در این تصویر نشون داده شده یا 3 تا یا 6 تا رو به قیمتی که زیرش نوشته شده به صورت پیپال از کمپانی ما خریداری کنن. خریداری از طریق پیپال هست اگر در خارج از ایران هستید و میخواید. به غیر از مشاوره‌ای که با من میکنید، گاهی اوقات نیاز است که داروی جانبی هم کنارش بیاد که اون هم به این مسئله، به این داروها اضافه خواهد شد. و بعد اگر بریم سراغ بیماری ها، اگر وارد صفحه بیماری ها بشیم، مشاهده خواهیم کرد که تمام، ببینید تصاویر رو، تمام بیماری، آرتروز، آدیسون، آتاکسی، آبسیا، از الف تا یه ما اینها رو ردیف کردیم. همینطور که داریم میایم پایین، صفحه رو میبینید به ترتیب میایم پایین، تمام بیماری ها، اهم از دیابت، دژنوسیون، روماتیسم، سکته مغزی، فرض بکنید که ناراحتی های سیاتی، سر، فلج مغزی، فابرومالژیا و و و و همه اینا تا به پایین، تمام بیماری هایی که از طریق این روش درمان قابلیت بهبودی دارن رو شما میتونید مشاهده بکنید. و بعد از بیماری ها میریم سراغ بغلش، بهبود یافتگان. اگر ما اینو کلیک بکنیم، کسانی که بهبودی با این درمان پیدا کردن، ویدئوهاشون رو در اینجا، نمونه هایی از بیماران درمان شده یا تحت درمان میبینیم که کسانی که روماتیسم، دیابت، ام ای، سکته قلبی، آرتروز، آتیزم، پارکینسون، سیروز کبدی، تنگی کار نخاعی، زایای نخاعی، اندومتریوز، ام اس، آرتروز، آمفیزم، لوپوس، ام اس، لوپوس، تومور مغزی، اسکلرودرمی، سرطان سینه، دیسک کمر، دیابت، انسداد مزمن ریه و تمام اینا که میبینید، اینا نمونه هایی از بیماران درمان شده هستن که ویدئوهاشون اینجا هست. حالا اگر صفحه، هر صفحه‌ای برید فرق نمیکنه، اون وسط میبینید، همینطوری میبینید نوشته شده روش درمان طبیعی از طریق آزادسازی سلول‌های بنیادی. 5 تا علامت میبینید، این علامت ها به ترتیب از دست چپ، یکی فیسبوکه، یکی توییتره، یکی اینستاگرامه، یکی یوتیوبه و یکی تلگرامه. به عنوان مثال حالا اینجا از وبسایت خودمون ما میریم، از اینجا درست ببینید اینو کلیک میکنیم، میریم وارد اینستاگراممون میشیم. بله، این تصویری که میبینید تصویر اینستاگرام ما هست که بسیار مجهز است و همه چی رو در این میتونید ببینید. و اگر دقت بکنید در اینستاگرام ما که وارد بشید، یه مقداری که بیاین اونجا نوشته شده صفحه رسمی دکتر شهریار وزیر تبار، مدیریت روابط عمومی، برای وقت مشاوره تلفنی نام بیمار، بیماری و تلفن را به این شماره واتساپ یا تلگرام نمایید. این که در اینجا میبینید، من الان دارم دورشو با این فلش نشون میدم، این اون چیزی هستش که، شماره هستش که اون کسانی که برنامه تلویزیون من رو نمیبینن و تلگرام رو میبینن، میتونن با این شماره از مرکز ما، از روابط عمومی ما وقت مشاوره بگیرن. بعد پایین که میایم تصاویر رو میبینیم که نوشته شده سلولای بنیادی، تصاویر مختلف، نحوه درمان بیماری کلیوی، آرتروز. اگر نگاه کنید اون بالا، اینجا نگاه کنید، نوشته پست، یعنی پست ها، بغلش نوشته آی جی تی وی. لطفاً آی جی تی وی رو کلیک کنید ببینید. آها، وقتی آی جی تی وی رو کلیک میکنید، صحبت های هفتگی من میاد، یعنی صحبتی که بغیر از برنامه تلویزیونی، صحبتی که با شما عزیزان میکنم. اینجا مثلا نوشته شده دکتر شهریار استار، استم رژین و پیشگیری از ابتلا به کرونا، بعد تاثیرات کرونا در بیمار در حال درمان که صداشون برام فرستادن، بعد دوباره بیمار درمان شده ام اس، بعد ویدئوی بیماری تنفسی و ویدئوی بیمارانی که بهبود یافتند، شما در این به اصطلاح آی جی تی وی میتونید ببینید. من معمولا مرتبا هر هفته یه موضوع جدیدی رو در آی جی تی وی که این وسطی هست براتون خواهم گذاشت. برمیگردیم به پست. اگر در پست دقت کنید و به طرف بالا حرکت بکنیم، میبینیم درمان آرتروز، بیماری های کلیوی، همون آقای خلبانی که امریکایی هستن و
استمرجین استفاده کردن و راضی هستن. درمان سر، درمان بیماری چشمی، خانم دکتر دندان پزشکی که الان به بیماران خودشون هم توصیه میکنن برای استمرجین، و خانم دکتر، خانم همسر آقای دکتر دراپا که هنرپیشه سینما هستن و به این زیبایی که در تصویر میبینید در این اینستاگرام ما ایشون، اینا همه به صورت ویدیو، بالاش علامت ویدیو داره، میتونید اینها رو تماشا کنید ببینید و تمام رو تا پایین. و یه قسمتی که الان اینجا هست نوشته شده که Prepare Renew Rejuvenates، جوانسازی، سلامتی و مورد استفاده استمرجین، که اگر روش برید یک فیلم به زبان انگلیسیه که ما براتون به زبان فارسی دوبله کردیم و میتونید این رو ببینید. وقتی روش کلیک میکنید میاد و توضیح میده که دقیقاً کاری که ما میکنیم چیه، استمرجین چی هست، و خیلی خیلی جالب مفصل. به هر حال در این، در اینستاگرام ما وارد بشید، بررسی بکنید، پیگیری بکنید، به چیزهای بسیار بسیار خوبی خواهید رسید. حالا اگر برگردیم دوباره روی به اصطلاح وبسایت خودمون برگردیم، همونی که ازش وارد اینستاگرام شدیم، دوباره برمیاریم عقب، میریم روی همون وبسایت دی‌آر وزیری تبار، دکتر شهریار وزیری تبار. وقتی بریم، ما الان قبلش اینستاگرام رو الان باهاتون صحبت کردیم، ولی میتونید برید رو اولی اف یا فیسبوک. اگر کلیک بکنید خواهید دید که صفحه فیسبوک ما باز میشه که خیلی مفصل در موردش نوشته شده. شروعش در بالا نوشته انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی. در فیسبوک اگر تایپ کنید DR نقطه شهریار وزیری تبار و اون تصویر رو میبینید، تصویر منو در دایره میبینید، اونو اگر دیدید میتونید واردش بشید. همین فیسبوک به اصطلاح کمپانی هست و تمام مسائل رو همطور که میبینید از بالا تا پایین، توضیحات مختلفی که من در فضای باز برای بیماری های مختلف دادم از بالا تا پایین میبینید، بیماری های مختلف رو میبینید و و و بسیار شبیه اینستاگرام، و فیلم های بسیار زیادی ویدئویی در این فیسبوک ما موجود هست. شما هم از طریق فیسبوک میتونید سند مسیج، مسیج بفرستید برای ما در قسمتی که الان من روش دارم نشون میدم، سند مسیج. هم میتونید از طریق اینستاگرام برای ما مسیج بفرستید یا تلفن بزنید به اون شماره. و اگر دوباره برگردیم به وبسایت خودمون، دوباره برگردیم رو وبسایت خودمون، پس تا حالا اینستاگرام و فیسبوک رو دیدیم، حالا بغلش نوشته یوتیوب قرمز رنگه. ما اگر یوتیوب رو کلیک بکنیم و وارد یوتیوب بشیم، میبینیم که در یوتیوب قضیه فرق میکنه. در یوتیوب اگر برید سرچ کنید، بله همین تصویری که میبینید که سخنان آقای دکتر آلن سامرسال رو میشنوید، به محصه که باز میکنید، باز بالای یوتیوب نوشته شده انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی، و در کنار دست راست دوباره اون علائم اینستاگرام و تلگرام اینا هست. یعنی از یوتیوب هم میتونید وارد اینستاگرام بشید. اگر صفحه رو بیاید پایین، بعد از سخنرانی آقای دکتر آلن سامرسال که برای شما به زبان فارسی دوبله شده ببینید، میتونید تمام صحبت‌های من رو در فضای باز ببینید که هر کدوم دو سه یک دو دقیقه هست، و بعد بیماران درمون شده رو به ترتیب در پایین میتونید مشاهده بکنید. سمینارهایی که من در شرکت داشتم، و به طور کامل اگر کلیک کنید ویدئو رو، بخش دوم یعنی هوم و ویدئو دیگه تماما ویدئوها رو به شما نشون خواهد داد. حالا اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، این بار وارد تلگرام بشیم، میتونیم تلگرام رو کلیک بکنیم و وارد تلگرام خودمون بشیم. همطور که میبینید تلگرام ما صفحه رسمی من هست نوشته شده، و برای مشاوره میتونید واتساپ یا تلگرام با اون شماره بکنید. در این تلگرام کمپانی ما هست. و بعد اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، میتونیم توییتر رو ببینیم، علامت اون پرنده‌ای که میبینیم، وارد توییتر هم بشیم. همینطور تو توییتر نوشته شده دکتر شهریار وزیری تبار، یعنی @DR وزیری تبار هست، همه اینها همین هست. و بعد میتونید همون نوشته ها رو در اینجا ببینید که در صدر شما میبینید راجع به دیژنراسیون مکولا توضیح داده شده، و به ترتیب میاد پایین همه بیماری ها. اینجا هم میتونید برای ما پیغام بذارید، تلفن بزنید و تقاضای مشاوره بکنید.
خب ویدیو رو هم با هم دیگه دیدیم، حسابی دیگه وقتتون رو امروز یا امشب گرفتم. امیدوارم که مفید بوده باشه این مطالبی رو که من عنوان کردم. از شما تقاضا میکنم خودتون یا عزیزانتون هر چه مشکلاتی دارید که صبر عراجه، هر مشکلی دارید که فکر میکنید درمانی نداره، دکترها شما رو به هر حال ناامید کردن و گفتن این راهی برای درمانش وجود نداره یا بهبودی در کار نخواهد بود، اگر مایل باشید میتونید با شماره تلفنایی که زیر صفحه هست تماس بگیرید، با میدیا همطور که توضیح دادم تماس بگیرید و من در خدمت شما عزیزان خواهم بود. تا هفته آینده برنامه دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.